Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Sure-i Tariq. Bayan-ı isbat-ı zinde şudan ba'd az mark ve malaikahoy nigahban ve qasam bar Kur'an ki on hak ast ve tahdidi kufran. Allah subhanahu ve taala me farmayat. قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود. یعنی به آسمان و به ستارگان سوگند یاد می کنم. ستارگانی که آسمان را روشنی می کند. یعنی به آسمان و به ستارگان سوگند یاد می کنم. که عالم را می پوشاند. و تو چی می دانی که مقصد از آنچه که در شب پدیدار می شود چیست؟ یعنی ای محمد چی می دانی که طارق چیست؟ او ستاره فروزان است که روشنی کامل دارد و تاریکی ها را پاره می کند و دور می سازد گویا که آسمان را روشن می سازد. همان ستاره درخشان، یعنی این ستاره رفشن و تابان جامعه شب را با نورش و با رفشنیش تاریکی های شب را از خود دور می سازد. بر هر شخص فرشته نگهبان گذاشته شده است، یعنی هر کس از جانب پروردگار الله سبحانه و تعالی نگهبان دارد که به پاسبانی و حفظ او موظف شده است. از حادثه های ناگهانی او را نگه می دارد. عملش را می شمرد. کارهایش را می نویسد. و همه صرفه های او را نیز مراقبت دارد. انسان بنگرد که از چی آفریده شده است. یعنی باید انسان با پندپذیری و تفکر ببیند که پروردگارش او را از چی خلق کرده است. اصلش چیست و آفرینش نخستین او چی بوده است. او از آبی به ارزش بوده است و در جایی به قدر به وجود آمده است. از آبی جهنده، از آب منی آفریده شده که در رحم ریخته می شود. یعنی کسی که دارای چنین اصل است برایش مناسب نیست که تکبر نماید و گردن کشی کند، بلکه باید با ملاحظه به ارزش اصلش خاکسار باشد. که از میان پشت مرد و استغان سینه زن بیرون می آید. یعنی این آب به قدر و منی حقیر از پشت مرد و سینه زن بیرون می آید. و در جایی که از ذکر شر می آید با هم یک جا می شوند تا انسان به وجود آید. یعنی بیگمان الله تعالی بر بازگرداندن و زنده کردن دوباره انسان توانا است. یعنی براستی که الله سبحانه و تعالی به بازگرداندن انسان به زندگی بعد از مرگ و حساب توانا است. یعنی بعد از مرگ زندگی است. بعد از زنده شدن دوباره حساب اعمال است. و بعد از زنده شدن عذاب ها است. روزی که رازها فاش می شود. یعنی در آن روز رازهای دلها پدید می آید. آنچه در قلبها است آشکار می شود. کارهای پنهان ظاهر می شود.
و انسان در آن روز هیچ نیرو و یاری دهنده ندارد. یعنی آنگاه برای کافری منکری روز قیامت نیروی وجود ندارد که او را حمایت نماید. یاری دهنده نیست تا او را از گرفتاری آن روز نجات بخشد. یعنی نه دفاع کننده دارد، نه فایده رساننده و نه کسی شفاعتش میکند. قسم به آسمان پرباران، یعنی قسم به آسمان صاحب باران که بارانش از زمین با طور بخار بالا می رود. سپس آن را آسمان به گونه باران گوارا و مبارک به زمین بر می گرداند. و قسم به زمین پرشکاف، یعنی و قسم به زمینی که به وسیله نباتات شکاف می شود و برای بیرون شدن تنه درختان از بین طبقاتش شکافته می گردد. که این قرآن سخن جدا کننده میان حق و باطل است. یعنی هر آینه قرآن کریم سخن است که بین حق و باطل فسیله می کند. یعنی البته قرآن کریم سخنی است که بین حق و باطل جدا میکند، گمراهی و هدایت را از هم جدا میسازد و صلاح و فساد را از هم فرقیت مینماید. و هرگز شوخی نیست. یعنی قرآن کریم بازی و بیهوده نیست، بلکه درستی و راستی است. سخنی حقی است که باطل در آن راه ندارد و هدایت است که ضلالت در آن وجود ندارد. آنان یعنی کافران همیشه نیرنگ میکنند. یعنی البته کافران تدبیر خود را برای جنگ با مؤمنان را میپوشانند و برای جنگ با اسلام نقشه میکشند. یعنی با طور پوشیده برای محاربه تدبیر میسنجند. و من نیز تدبیر و مکرشان را باطل میکنم. یعنی الله تعالی نیز تدبیری محکمتر، پوشیده تر و نیرومندتر از تدبیر آنان را میسنجد. نقشه های آنان را باطل می سازد، توان آنان را نابود می نماید و مکر آنان را به نتیجه می گرداند. پس به کافران مهلت ده و مدت اندک آنان را به حال خود واگذار. یعنی ای محمد، بنابراین در هلاکت کافران سراسیمه مشو و کمی انتظار بکش تا ببینی که الله سبحانه و تعالی به آنان چی میکند. یعنی هر کار آمدنی است، نزدیک است و به زودی به آخر میرسد. آنان را خواهی دید و عاقبت تلخی حیات آنان را آنگاه که وقتی عذاب فرا رسد مشاهده خواهی نمود.